عرض کنم که سوال دوم سامانم در به این صورت بود که مثلا گویا دو روز پیش با شما در توییتر در دایرکت صحبت کرده بود در خصوص احترام به پیروان عقاید. بله. و سوالش اینه که اگه امکانش هست اینجا یک توضیحی در مورد این احترام گذاشتن به عقاید یا پیروان عقاید اگه امکانش البته. خب ببینید، در واقع نظر شخصی من این هستش که کلا من به چیزی به نام احترام به عقاید به هیچ وجه من تاییدش نمی کنم، مورد در واقع چیز نیست، منش من هم نیست، رفتار من هم نیست. من دقیقا اصلا خب بیوی توییتری مشخصه هیچ چیزی برای مقدس نیست و حق نقد، حق حتی توهین و حتی حق تمسخر عقاید دیگران رو در واقع چیز میکنم جزء بخشی از حق آزادی بیان خودم میدونم و در واقع و همینطور به همم حق میدم که عقاید من رو در واقع تحقیر کنن، مسخره کنن، در واقع چیز کنن، هر جور نظرشون هست در واقع من کاملا به آزادی بیان اونها هم احترام میذارم. شخصا من در واقع چیز ندارم و فکر میکنم در واقع عقاید حالا نه تنها کلا اصلا از نظر بنیادی مشکل داره، یعنی از لحاظ یعنی اصلا کلا این خودش رو نقض میکنه. ما شما نمیتونید به همه عقاید احترام بذارید. ما میلیون ها عقیده داریم، همشون خودشون با همدیگه در تضادن. و شما یه مثال بسیار ساده مثلا بخواید بزنید، چه میدونم من ممکنه عقیده داشته باشم مثلا چون یه هندو عقیده داره گاو مقدس، یه مسلمان یه گاو رو باید خورد. نمیتونید شما هم به عقاید هندو احترام بذارید هم به عقاید مسلمان. و هر چیزی که در واقع خیلی از عقاید با هم متضاد دارن مثلا و عملا نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست همچین چیزی. کسی که معمولا میگه به عقاید احترام بذارید فقط یه منظور داره، منظورش اینه به عقاید من احترام بذارید نه به عقاید همه. اون در واقع بیشتر در واقع این از جانب مسلمان ها مطرح میشه، حداقل خب شاید به خاطر اینکه ما بیشتر با مسلمان ها در واقع چیز داریم، چون بقیه ادیان اونقدر حساس نیستن که مثل مسلمان ها انقدر عجیب و غریب بخوان بگن نه چرا احترام نمیذارید. شما الان مجسمه مسیح رو مثلا بساز، اصلا بشکن، اصلا آتیش بزن، عکسشو چیز کن، کاریکاتورشو بکش، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، هیچ اصلا عکس العمل نشون نمیده، خیلی ریلکس میکنه. خب حالا نهایت مثلا چپ چپ نگاه میکنن میگن یارو مثلا چه کاری کرد. ولی مثلا شما جوی مسلمان مثلا کوچکترین حرفی بزن مثلا که اگر سر شما رو نبره حداقل آرزو میکنه که یکی بیاد سر شما رو ببره که دلش خنک شه، اگه خودش جرأت نداشته باشه سر شما رو ببره. در واقع چیز هستش این و به نظر من تنها کس و به خاطر همین هم است که تو همه کشورهای پیشرفته دنیا قانون آزادی بیان وجود داره، توی کشورهای جهان سومی عقب افتاده عموما مسلمان ما فقط این تصور رو داریم که باید به عقاید بقیه احترام گذاشت و اینقدر این تکرار کردن. کمی جان اختلاف نظر با شما درباره احترام به عقاید نیست. بله. تو لایف چت مخصوصا سامان اختلاف نظر که با شما دارن تقریبا همه موافقن که به عقاید لازم نیست هیچ احترامی گذاشته بشه. موضوع اینه که به معتقدین، به نه به خود دین، بلکه به دیندارها ران، به انسان‌ها باید آید احترام گذاشته بشه. بله بله، نه قطعا اینطوره. نه قطعا ببینید شما انسان‌ها رو چیز نمی‌کنم، ما اگر هم بخواد انتقادی باشه، توهینی باشه، تمسخری باشه، قطعا به عقاید خواهد بود نه به خود اشخاص. یعنی من خودم دعواهای توییتری بسیار زیادی میکنم، در واقع چیز میکنم، ولی معمولا در واقع خود اشخاص رو هم به شخصی بهشون نمیکنم که بخوام در واقع چیز بکنم. من به شما و سامان در این موضوع اختلاف نظر دارم. من که جوری که سامان در باره صحبت میکنه این که میگه ما باید اعتقاد به عقاید باید آزاد باشه ولی اعتقاد به انسانها باید ممنوع باشه، من مخالفم. من میگم که شما میتونین بگین که توصیه نمی کنید توهین به انسانها رو، خب، یا اینکه مثلا پیشنهاد نمی کنید این کار رو، میگه این روش خوبی نیست. خب یعنی مثلا ممکنه شما و سامان و کرمیت بیان بگن که خب توهین به عقاید مفیده و باید آزاد بشه، خب، و بگین توهین به انسانها مفید نیست و باید ممنوع بشه. من میگم حتی اگه مفیدم نیست نباید ممنوع بشه. خب درست. شما میتونید بگین مفید نیست و پیشنهاد نمی کنید و فقط پیشنهاد شما اینه که فقط به عقاید توهین کنید ولی به انسانها توهین نکنید. خب این پیشنهاد رو بدین ولی ممنوعش نکنید، جفتش باید آزاد باشه. هم توهین به عقاید باید آزاد باشه، هم توهین به انسانها باید آزاد باشه.
حالا یکیشو میتونیم بگیم به نظر شما مفیده، یکیشو بگیم به نظر شما مفید نیست. اینکه مفید نیست دلیل نمیشه که ما اینو ممنوع بکنیم. نظر شما درست. من هم در واقع چیز هستم در این بخش با شما موافقم. من در واقع توهین به انسان‌ها رو یه مقدار در واقع محدودتر در واقع تایید می‌کنم. من بیشتر نظرم اینه یه سری چیزها هست که انتخاب شماست، یه سری چیزاست که شما نقشی توی انتخابشون نداشتید. شما وقتی که در واقع مثلا فرض کن یه چیزایی مثلا نژاد، مثل جنسیت، مثل گرایش جنسی، مثل رنگ پوست، یه سری چیزای این مدلی در واقع انتخابای شما نیست. اینا نه مایه افتخار شماست، نه مایه سرافکندگیتونه. ولی برابر این اینها چیزایی که در واقع باید پروتکت باشه، هیچ کسی نباید به خاطر اینها در واقع مورد چه تحقیر قرار بگیره یا مثلا مورد توهین قرار بگیره. ولی مثلا مذهب شما یک انتخاب شخصی شماست، طرفداری شما از یک شخص یا یک عقیده یا یک چیز، این انتخاب شخصی شماست. اینها در واقع هر چیزی که شخص انتخاب میکنه باید پای انتخابش وایسه. اگه کلا به عقایدش توهین شد، اگه تناقض شد، کلا هر چیزی کاملا آزاده به خاطر اینکه من نمیدونم به عقایدش توهین بشه نه، اصلا موضوع بحث نیست. خب ما اینکه به خود بله. شخص توهین بشه نه. خب بله. من الان سامانم داره میگه دعوا بر سر مفید بودن یا نبودن نیست آرمین. من میگم آیا امکان توهین هست نه، اینکه مفید هست نه، محل بس. آخه مگه میشه امکان نداشت؟ من چرا ببینید، من یه کسی مثلا بیاد به خامنه ای، به خود شخص خامنه ای، نه به عقایدش، به خود شخصش توهین کنه. این کسی بیاد به خود شخص ریچارد داکینز توهین کنه یا به خود من توهین بکنه، این نباید ممنوع باشه. یه کسی بیاد بگه من بگه چه میدونم خاک تو سر آرمین، آرمین بیشور، آرمین احمد، آرمین اصلا باید اصلا یه نفر بیاد بگه آرمین باید بمیره. خب این باید آزاد باشه که یه نفر بتونه بیاد بگه آرمین باید بمیره. باید این آزاد باشه به نظر من. نظر شما چیه؟ عرض به حضورتون من در یه مقدار لول محدوده، مثلا یه آرمین باید بمیره نه واقعا. ولی نه، این باید آزاد باشه. اگه یه نفر بگه من آزادی بیان حدش اینه به نظر من، اگه یه نفر بیاد بگه که برین آرمین رو پیدا بکنین بکشین، آره بله، این باید ممنوع باشه. خب ولی اگه یه نفر بگه که آرمین اگه بمیره خیلی عالی میشه، من خوشحال میشم، امیدوارم آرمین همین فردا بمیره، این گفتن این باید آزاد باشه. بله با این جمله بندی درسته. یکی اینسایتمنت اف وایلنس هست، یکیش اینسایتمنت اف وایلنس چی میشه، یکیش تنفر، توهین، فوش. یه حدودی که من برای آزادی بیان دارم این یکی که یه نفر بیاد بگه که ببین اگه یه نفر بگه خوشونت خوبه، اینم باید آزاد باشه. ولی اگه یه نفر به طور مستقیم به تبلیغ خوشونت برای یک شخص رو بکنه، این باید ممنوع بشه. دروغ گفتن درباره یک شخص از عمد، اگه بتونین اثبات بکنین که یه نفر از عمد داره درباره یه نفر دروغ میگه و به این شخص بخاطر این دروغا از لحاظ امنیتی یا از لحاظ مالی صدمه زده بشه، اینم باید ممنوع بشه. خب ولی باید بتونین اثبات بکنین که این از عمد بوده. اینو اگه نتونین اثبات کنین از عمد بوده، اینم نباید محدود بشه. ولی اینکه توهین کردن رو اگه ممنوع بکنین، خیلی علیه نه به نظر من آزادی بیانه، حتی به خود شخص. نمیگم نه، اینکه ما به عقاید بشه توهین کرد، من فکر کنم همه ما اینجا قبول داریم این اشکال نداره. ولی من میگم خود شخص، من خودم دوست ندارم این روش رو خیلی که به شخص توهین بشه، من خودم دوست ندارم، ولی باید آزاد بشه. این بفهمید کاملا درست میفرمایید. در واقع منم اون قسمتی که گفتم آرمین مثلا چیزا رو آرمین باید بمیره، در واقع با این جمله بندی که دوباره بعدن اشاره کرد اگه بمیره خیلی خوب میشه، بله اون هم به نظر من آزاده. ولی خب قطعا آزادی بیان محدودیت‌های خودش رو داره. خشونت فیزیکی، در واقع مثلا هوموفوبیا، زن ستیزی، کودک آزاری، یه سری چیزا در واقع اونها خط قرمزهای آزادی بیانه که خب نباید واردشون شد. نجات پرستی، چیزای این مدلی. ولی خب بله، مثلا به قول شما اگه با این ادبیات بیان بشه که اگر این بمیره چقدر خوبه، اون بله خب در این حد کاملا جزء همون چارچوب استاندارد آزادی بیان هست و میشه در واقع چیز کرد، در واقع کاملا قابل تایید. من به سامان جواب بدم اینجا. سامان داره میگه آقا جان ما حق داریم از اسلام متنفر باشیم، بقیه هم آزادن که عاشق اسلام باشن، چه کسی به ما حق داده که با آنها توهین کنیم؟ خب سامان جان، یک نفر حق داشتن به اینکه به مسلمان توهین کنه که آزادی اونا رو از عشق به اسلام که نگرفته،
خب شما اینا رو شما فکر میکنین یه نفر اگه به مسلمان یه مسلمان توهین بکنه، ببینید من خودم نمیگم کار خوبیه که به یه مسلمان توهین بشه به خاطر اینکه مسلمونه، خب ولی اگه یه نفر بخواد به یه مسلمان توهین بکنه که به خاطر اینکه مسلمونه، این باید آزاد باشه و این آزادی توهین کردن به یک مسلمان آزادی مسلمون از عشقش به اسلام که نمیگیره. خب شما یه نفر بیاد فرض کنیم به یه مسلمان توهین بکنه که تو چقدر احمقی که تو خودت بیشعوری احمقی فلان یه چیز دیگه هم بگه که من الان رو یوتیوب نمیتونم بگم، ولی عزاز قانونی عزاز یوتیوب اشکال داره ولی عزاز قانونی اشکال نداره، مثلا فرض کنید. خب یعنی به اندازه کافی بد هست که از یوتیوب بتونم بزنتون بیرون ولی هیچ کسی دستگیرت نمیتونه بکنه، یعنی کاملا قانونیه. من میگم این باید قانونی باشه و گفت ببین شما ببین خیلی جالبه، خیلی این آزادی بیانو خیلی متوجه نیستن که چجوری کار میکنه. شما وقتی به یک نفر توهین بکنین آزادی بیان اونا رو و آزادی عقاید اونا رو ازش نگرفتین. شما بیاین مثلا بگین که بگین یه نفر مسلمونه و به خاطر این معش توهین شخصی بکنین، این مسلمون میتونه هنوز به اسلامش اعتقاد داشته باشه و عشق هم به اسلام داشته باشه و هیچ جوری شما جلوی عشق این جلوی آزادی بیان حتی میتونه تبلیغ اسلام هم بکنه. خب توهین شما به مسلمون بودن این شخص جلوگیری از حتی تبلیغ این شخص از اسلام هم نگرفته. اگه شما توهینتون به یک شخص به مرحله هراسمنت برسه اون وقت غیر قانونی میشه. هراسمنت رو من چجوری ترجمه کنم؟ یه لحظه آزاری فکر کنم. بله بله آزار رسانی. هراست داریم مثلا؟ نه هراسمنت فکرم آزار رسانی بخواید ترجمه کنید. آزار رسانی یعنی مثلا فرض کنید من اگه آنلاین برم بگم که فلانی فلانه یه چیز خیلی فحش بد بگم به خاطر اینکه مسلمونه، این از قانونی باید آزاد بشه. حالا اگه توییتر و فیسبوک و یوتیوب و اینا بخوام من از پلتفرمشون بندازم بیرون، اونا حق دارن این کارو بکنن برای اینکه اینا شرکت‌های خصوصی هستن، بعد از قانونی کسی نباید بتونه بیاد منو دستگیر بکنه. ولی اگه من رفتم با یه بلنگو مثلا دم خونه این شخص وایسادم شروع کردم داد زدن که تو فلانی فلانی به خاطر اینکه مسلمونی و این شخص اصلا نتونست بخوابه از خونش میاد بیرون میبینه من با بلنگو دارم داد میزنم سرش، خب این توهین نیست، این آزار رسانیه و این باید غیر قانونی باشه. البته آرمین اینجا سامان هم خودش این هم گفته که گفتی که ما میتونیم بگیم که اسلام احمقان است ولی من نمیتونم به پدرم که مسلمان است بگم احمقه. ببینید میتونید بگید، حالا این اشتباه این حرفتون، این یه حرفه که این حرف درست خوبی نیست، ولی اینکه بتونید بگید خب میتونید بگید. خب کسی که نمیتونه جلوی حرف اشتباه زدن شما رو بگیره و قانونی، شما حق دارین حرف اشتباه بزنید. خب من حق دارم بگم کره زمین صافه، حالا اینکه کره زمین صافه که درست نیست که حق من از گفتن حرف اشتباه نمیگیره که. شما میتونید بگین که به یک نفر توهین کردم به خاطر اینکه مسلمانه کار درستی نیست، خب درست من قبول دارم کار درستی نیست، ولی آیا حق دارین این کارو بکنید؟ بله حق دارین این کارو کنید، شما حق دارین حرف اشتباه بزنید. کسی نباید بتونه جلوی شما رو بگیره. ببینید خیلی من یه موضوع آزادی بیان خیلی متوجه نیستن، شما خیلی فکر میکنن که ما گفتن این که مثلا یه حرف اشتباهه معنیش اینه که کسی حق نداره اونو بگه، نه این دوتا کل کاملا بحث مختلفه. ببینید ما برای مسلمان هم همین حرف میزنیم، خب مسلمان همشون دارن یه حرف اشتباه میزنن، میگن مثلا خدا وجود داره، قرآن حرف خداست، خب اونا دارن این حرف اشتباه میزنن، آیا حق دارن این حرف اشتباه رو بزنن؟ بله حق دارن این حرف اشتباه رو بزنن، کسی از از قانونی نباید بتونه جلوی مسلمان رو بگیره که حرفای اشتباه خودشون رو بزنن. خب شما هم اگه فهم میکنین توهین به مسلمان ها از شخصی کار اشتباهیه، خب این هم حرف قبول حرفش کار اشتباهیه، ولی آیا حق دارین شما حرف اشتباهتون بزنین؟ بله حق دارین، از قانونی کسی نباید بتونه جلوی شما رو بگیره. من حرفم بفرم کرمی چه من زیاد نه خواهش میکنم استفاده که